بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، محصلین عزیز و گرامی، مضمون قضایای فقهی معاصر یکی از مضامین اساسی و مهم در رشته شرعیات بوده که انشاءالله ما شما در این سمستر آن را با پیش میبریم. بنا گفته نباید ماند که درس اول این مضمون را به شکل حضوری در صنفا ارائه شد و ارائه کردیم. باز هم بخاطر تکرار از او یا بخاطر خوب واضح شدن و تشریح از او، یک مرور مختصر بر مقدمه ازی میکنیم انشاءالله. قضای فقهی معاصر چی معنا؟ از سه کلمه مشتق کرده، از سه کلمه مرکب است که قضایا است و فقهی است و معاصر است. قضایا به معنای چی است؟ قضایا جمع قضیه است که یک کلمه عربی بوده و اصلشان از قضا گرفته شده و قضا به معنای فیصله و حکم گفته میشه، یا امری که برای فیصله یا بیان حکم به قاضی و مجتهد تقدیم کرده میشه. به میاساس در کتاب المعجم الوسيط که کتاب لغت است، دو جامده که القضیه الحكم و مسئله يتنازع فيها و تعرض على القاضي او القضاة للبحث والفصل. قضیه حکم یا مسئله است که در او منازعه یا اختلاف وجود داره و برای قاضی یا قاضیان به خاطر فیصله در آن و بحث در آن پیش کرده می شود. خلاصه ای که معنای قضیه یعنی حادثه، واقعه، اتفاقی است که علمای معاصر در مورد از او نظر خود را و یا رأی خود را در روشنی دلائل بیان میکنه. فقهی کلمه دیگه است که فقهی است، یعنی منصوب به فقه است، یعنی قضایی که منصوب به فقه است مورد بحث قرار میگیره. و طبعا فقه معنایش واضح است که در لغت به معنای فهم است و در لغت عربی فقه الامر فقها احسن ادراکه، به این معنا میگه که یک کاری در مورد یک کاری یا یک امری فقه حاصل نمود، معنایی که بر شکل درست یا صحیح آن را درک نمود. و فقه در اصطلاح به معنای علما را تعریف کرده به این شکل که گفتن هو العلم بالاحکام الشرعیه العملیه المکتسبه من ادلتها التفصیلیه. فقه عبارت از علم است در مورد احکام شرعی عملی که گرفته شده از دلایل تفصیلی. طبعا احکام شرعی واضح است که احکام جمع حکم است و از حکم دریجه مطلب شما احکام شرعی است که واجب و فرضی مسائل، و شرعی منصوب به شریعت است، یعنی در فقه از احکام به صورت میگیره که مصدر شریعت اسلامی است. عملی هدف از او احکام عملی است، چرا که اسلام یا شریعت اسلامی شامل احکام عقیدهی و اخلاقی هم میشه، لکن در فقه از احکام عملی بحث صورت میگیره، از احکام عقیدهی و اخلاقی بحث صورت نمیگیره. المکتسبه به معنای کسب شده یا گرفته شده، استنباط شده یا استخراج شده از دلایل است. طبعا دلایل به دو قسم است که دلایل اجمالی است و دیگر دلایل تفصیلی. دلایل اجمالی به شکل کلی مصادر شریعت پنداشته میشه، اوند قرآن سنت و اجماع و قیاس، که این دلائل اتفاقی است و در پهلوی از دلائل اختلافی هم وجود داره که من استحسان و مصالح مسلم و عمل اهل مدینه و غیره. اما دلیل تفصیلی به معنی ازی است که هر آیت حدیثی که یا اجماع قیاسی که مربوط یک حکم یا مسئله معین میشه
و به نام دلیل تفصیلیاتش کرده میشه. مثلی که در یک مثال آورده شده که آیه کریمه که ما میخوانیم برای بر فرضیت وضوء دلالت میکنه که وضوء برای نماز شرط است. الله متعال فرموده: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. که این آیات دلیل تفصیلی جزئی برای فرضیت یا شرط بودن وضوء برای نماز است. چون در علم فقه یا در فقه از احکام عملی بس میشه، بنان سرکار از با دلایل تفصیلی هم است. برخلاف در اصول فقه از دلایل اجمالی بحث میشه، دیگه سر کار علم اصول فقه با دلایل اجمالی می باشد. معاصر چی معنا؟ معاصر از عصر گرفته شده در زمان فعلی، یعنی در زمان فعلی موضوعات و مسائل جدید ظاهر شده در عرصه حیات، در عرصه زندگی، که شریعت در مورد از او چی میگه، فقه اسلامی در مورد از او چی میگه، آیا جایز است یا ناجایز، به می اساس این را معاصر گفته شده. خلاصه این که قضای فقهی معاصر به این معنا که در حیات بشری مسائل جدید و موضوعات جدید وجود دارد که از منظر شریعت باید حکم از او بیان گردد و شکل از او بیان گردد، و فقهای معاصر همی کار را میکنه و پیرامین از او بحث میکنه، نظرت خود را میکنه و حکم از او را بیان میکنه. دیگه ای مضمون موضوع بود که مضمون معرفی شد، یعنی خلاصه معرفی مضمون بود. موضوع دیگه که در اینجا مطرح شده، معلومات مختصر پیرامون تاریخ احکام شرعی. طبعا ما شما وقتی که به تاریخ اسلام نظر میکنیم، چند مرحله بر احکام شرعی و بر شریعت من حیث کل گذشته. مرحله اولی زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم بوده. خلاصه ای بوده که در این زمان تمام احکام از مصدر وحی گرفته میشه، چون پیغمبر صلی الله علیه و سلم حیات بود و موجود بود، احکام تمامش از وحی گرفته میشد، به شکل مستقیم پیغمبر صلی الله علیه و سلم آن را بیان میکرد. ما شما اگر به اسباب نزول صحابه کرام رضی الله عنهم از او مراجعه کنیم، موضوع بهتر خوبتر واضح میشه. مرحله دوم مرحله صحابه کرام و خلفای راشدین بود که اونا هم احکام را استنباط میکردن، و بیشتر صحابه که مجتهد بودن این کار را انجام میدادن. طبعا وقتی که یک مشکل واقع میشد، یک مسئله مشکل می بود، به تنهایی خود خلفای راشدین فیصله نمی کردن، اون بر از او شورا را می خواستن و شورای صحابه دایر می شد و بعد از او فیصله می کردن. که بهترین مثال شمو جمع قرآن کریم است که توسط صحابه کرام از او به او اجماع شده و او را جمع کرد. زمان سیم زمان تابعین است که در همی زمان علمای بسیار زیادی وجود داشته در شهرهای مختلف عالم اسلامی، جهان اسلام مدارس تأسیس شده بود، یعنی جایگاه های علمی داشتند که هر عالم در جای خود مثل مکه، مدینه، بصره، کوفه در اونجا بودن و اونام اجتهاد میکردن، و در این وقت سرزمین های زیادی از غیر مسلمان ها در قلمرو اسلامی شامل شد، مسلمان ها به مسئله جدید رو برشدن که اونا با بحث و بیان حکم از این موضوعات پرداختن، و طبعا در همین مرحله بود که مذاهب فقهی مشهور تأسیس شدن، از جمله مذهب حنفی که مؤسسش امام ابو حنیفه نعمان بن ثابت رحمت الله علیه است، و مذهب مالکی که مؤسس از او مالک بن انس انصاری است، مذهب شافعی که مؤسس از او محمد بن عزیز شافعی است، مذهب حنبلی که مؤسس از او احمد بن حنبل شیبانی است، و به این شکل مذاهب ترتیب و تدوین شد. چه قسم احکام در اینجا بیان می شد؟ علما میگن که اجتهاد بزرگای و علمای کلان و علمای مذهب اجتهاد میکردن و شاگردان زیاد تربیت بودن و تمام امت این مسائل از نور رساندن. یکی از مسائلی که در این زمانه وجود داشت تقدیر مسائل بود، به این معنی که یک مسئله را به شکل فرضی بیان میکردن، به شکل تقدیری بیان میکردن و را احکامش
حکمش باز امام یا مجتهد بیان میکرد. در این رابطه عموما دو نظر وجود داشت. یک نظر وجود داشت که باید مسائل تقدیر شوه، به شکل فرضی بیان شوه و حکمش هم بیان شوه، که مذهب حنفی در این راستا سهم زیادی داشت، ولی امام مالک این مسئله را خوش نمی دانست و خوب خوب نمی پنداشت و از او اجتناب میکرد. به هر صورت امام سب مالک اگر خودش این مسئله را خوب نمی دید، اما اتباعش و فقهای مذهبش بازی کار را کرده و بالاخره یک ذخیره بزرگی از علمی ذخیره بزرگ فقهی برای امت اسلامی گذاشتن اونا و برای ما شما را گشا و به تمام امت را گشا است. موضوع دیگه که در مقدمه بحث شده ایه که علمای معاصر در بیان احکام قضای معاصر چه قسم بحث کردن. عمدتا دو شیوه در اینجا وجود داره. یکی شیوه است که برای شیوه اصدار فتوا میگه، در اینجا برای یک عالم یا فقیه یک مسئله واضح میشد و عالم نظر خود را من حیث فتوا صادر می نمود، که کتاب های مختلف دیگه وجود داره. کتاب قرضاوی صاحب یکی از او مثال های شده می دانه. و شیوه دومی بود که فتوا صادر نمی کردن، بلکه در مورد قضیه و مسئله جدید نظریات علما را با دلیلشان و مناقشه آن بیان می کردن، بحث می کردن و در اخیر امو رأی که به نزد از اینا راجح معلوم می شد او را ترجیح، یا راجح معلوم می شد او را ترجیح می دادن و بحث با پایین رساندن. و این به این شکل کتاب های زیادی نشته شده که ما کتاب های قرادغی صاحب یک مثال خوب دهی دادن می کنیم. خب اصول ضابط بحث در قضای معاصر چی است؟ در اینجا دو مرحله یا دو موضوع بسیار مهم اساسی وجود دارد. کسی که میخواهد در مسائل معاصر یا قضای معاصر بحث کنه باید این دو خطوه یا دو قدم برداره. در قدم اول باید خوب خود را بر مسئله موضوع بفهمانه. مسئله جدید و واقعی جدیدی که واقع شده باید از تمام جوانب آن را خوب خود را درک کنه و بفهمه و پیش از او کدام پیچیدگی و جهالت و نامعلوم بودن در مورد قضیه وجود نداشته باشه. حتی اگر نیازی باشه که از کسی سوال کنه، از کسی پرسان کنه، باید هم از این پرسان کرده شود تا که خوب جوانب موضوع معلوم شود. بعد از اینکه جوانب موضوع معلوم شد، در قدم دوم باید به بیان حکم بپردازد. طبعا در بیان حکم باید این مراحل در نظر داشته باشه که اول سعی نمایه یک از مصادر شرعی مراجعه کنه، به زو احکام بکشه، قرآن، سنت، اجماع و قیاس و همچنان اگر مصادر اختلافی در او وجود داشت از او مراجعه کنه. باز اگر در مصادر شریعت حکم از را پیدا نکرد، به اجتهادات فقهای پیشین مراجعه کند که او اونا در این رابطه چی گفته. اونا بسیار قضایا را مطرح کردن بین خود، مثل که پیشتر گفتیم که اونا تقدیر مسائل کردن و این مسائل را بیان کرده. شاید در مسائل فرضی اونا این مسئله وجود داشته باشد. اگر در او هم نبود، در مرحله سوم به مصالح مصطلح و مقاصد شریعت مراجعه شود. طبعا مصالح به سه قسم است که شما را خواندین، یکی مصالح معتبره است، یکی مصالح ملغات است و یکی هم مصالح مصطلح که علما گذاشته شده که علما مفاسد و مصالح یک امر را می سنجن. هر امری که مصلحتش بر مفسدهش غالب بود او را جایز می دانند و اگر مفسده آن بر مصلحتش غالب بود او را باز ناجایز می دانند. و مقاصد شریعت هم طبعا پنج چیز که حفظ دین، حفظ نفس، حفظ مال، حفظ عز و حفظ عقل. در مرحله چهارم باز اگر چیزی وجود نداشت، به قواعد فقهی مراجعه میشه که شما شاید انشاءالله در خلال درس ها ببینید که علما چه قسم از قواعد کلی فقهی یا از قواعد فقهی من حیث کل از او استفاده کردن. قواعد کلی اساسی تقریبا 5 تا است. دیگر قواعد فرعی وجود داره که قواعد زیادی است. هر مذهب از خود قواعد وجود داره و قواعد کلی اساسی 5 است که الامور بمقاصدها، الیقین و لایزول بالشک، الضرر و الازال، المشقة تجلب التيسير، العادة محكمة. به این شکل ای درس مقدمه ما بود که ما شما او را قبلا خوانده بودیم و او را یک کمی
در رابطه با معلومات حاصل کرده بودیم. حالا میایم به مسئله ولی که ما شما از بحث میکنیم، احکام اوراق نقدی یا پول کاغذی رایج در جهان. حقیقت اوراق نقدی یا پول چی است؟ آیا این از طلا و نقره جور شده، از کدام چیزی قیمتی جور شده، یا از پشتوانش طلا و نقره است، یا چیزی داره؟ طبعا پیش از اینکه ما شما اصل ازی را درک کنیم، باید یک چیز مختصر داشته باشیم. اولی که سمن به نزد فقهای قدیم به دو قسم است، یکی را سمن خلقی گفته میشه و یکی هم سمن اصطلاحی. سمن خلقی عبارت از امون سمن است که خلقت و پیدایش از او به خاطر سمن بودن باشه، یعنی پول بودن باشه که من دیتو لاون خوره. و نوع دوم که سمن اصطلاحی سی عرفی است، عبارت از او سمن است که فقها یا عام مردم در بین خود به اساس عرف او را من حیث سمن قبول کرده باشه، او را سمن پنداشته باشه. حال زمانی که ما مراجعه میکنیم به پول کاغذی که وجود داره، این پول کاغذی یا اوراق کاغذی که پول پنداشته بشه، این چی است؟ بعضی علما این را وثیقه دین میدانه، یا وثیقه مالی میدانه، یا سند دین میدانه که اصل مبلغ مذکور آن قرض میباشه. یعنی به این اساس این نظریه تو ایراد میکنه که یک اصلا بانک هایی که پول را صادر کرده و چاپ کرده، در حقیقت این پول یک سند است که نمایندگی از امو طلای میکنه یا از امو نقره میکنه که در بانک مرکزی گذاشته شده، و مردمی که یا تقاضا کننده هایی که این را در دست دارن و میرن توسط از او اشیا را خرید میکنن و یا در بین خود تبادله میکنن، و این یک وسیله تبادله است، طرقت میگن که این یک سند در این تبادله میشه. اصل مالی که یا طلا و نقره که این سند در این از او نمایندگی میکنه، او در بانک با وجود داره. بگر می اساسی یک وسیقه است، و بنابراین وقتی که وثیقه شد، شاید حواله باشه که اجرا شده میتواند. این یک نظر وجود داره. ولی نظر دیگه میگه که این پول کاغذی یا اوراق نقدی در اصل امروزی به ذات خود سمن عرفی یا اصطلاحی میباشد که من حیث پول به اساس عرف مردم از او استفاده میشود. باز در این صورت او حواله نیست، بلکه خود از این یک ارزش داره، خود این پول کاغذی ارزش داره که او من حیث پول یا من حیث مال به او استفاده میشه. به خاطر از اینکه این موضوع خوب روشن شوه و ما بدانیم که حالی در حقیقت چی است، آیا راستی همی سند دین است و پشتوانه از طلا و نقره است، یا اینکه پول اصطلاحی است، به خاطر درک از این قضیه و فهمیدن از این قضیه، باید ما به یک مسئله مراجعه بکنیم که این است که سیر تحول نظام پولی در جهان به چی قسم بوده و به چی قسم پیش رفته. اگر ما به تاریخ انسان ها نظر کنیم، تقریبا انسان ها برای از این که در بین خود معامله داشته باشن، تبادلشان به چند مرحله گذشته. مرحله اول را مرحله نظام مقایزه میگن. نظام مقایزه به این معنا که جنس به جنس تبادله میشد. یک کسی لباس میداد، در مقابلش دیگه کسی غذا میداد. یک کسی مثلا غذا میداد، در مقابل دیگه کسی دیگه از حبوبات مثلا میداد. به این قسم جنس به جنس تبادله میشد. در اونجا پولی وجود نداشت. اما ایستا ایستا انسان ها ترقی کردن. در مرحله دوم آغاز شد که انسان ها باز نیاز پیدا کردن که یک چیزی را به شکل پول از او استفاده کنند، که او را باز مورد استفاده قرار دادن به شکل پول، که او در حقیقت وسیله تبادله بود.
بله پول پیدا شد، لکن در این زمان پول چی بود؟ اونما میگن که پوست حیوانات و غیره اشیایی بود که از او استفاده میکردن، و این هم از خود مشکلاتی داشت که بازم جامعه به مشکلاتی رو برو بود. در مرحله سوم، بالاخره بعد از مرحله دوم، مرحله سوم آمد که در این مرحله انسان ها به این راه یافتن که از طلا و نقره به شکل پول یا نقود و یا وسیله تبادله کار گرفتن، و بازی هم به خود استفاده از طلا و نقره باز بین در بین به چند مرحله گذاشته. مرحله اولشی که خود طلا و نقره را من حیث نقود استفاده میکردن، لیکن شکل وزن و شکل معین نداشت. مرحله دوم طلا و نقره ای بوده که از طلا و نقره کار گرفته میشد، لیکن شکل معین و وزن معین داشت. در مرحله سوم طلا و نقره به نزد چیز از یعنی کار گرفته میشد از طلا و نقره، لیکن بازی طلا و نقره چون حمل و نقلش مشکل بود، حمل و نقلش مشکل بود، اونها به نزد صرافان ماندن، و صرافا در مقابل ازی که طلا به دست دارن به اصحاب یا صاحبان طلا سند قرض برشان می دادن، اونا این سند را با خود می داشتن، چون صرافا در زمان بینشان بین عموم مردم یک نوع اعتبار داشتن، به می اساس می سند را که اونا می دادن به مردم، مردم او را از امو کار می گرفتن و به مو اساس او من حیث پول استفاده می شد. می گفتن که صراف چیز است و یک شکل است که باید از او استفاده شد، و مردم او را قبول میکردن بین خود و میفهمیدن که این سند در حقیقت امون نمایندگی از امون طلا و نقره میکنه. و بالاخره استا استا در قرن 17 میلادی سندهایی را به شکل نقود یا پول رسمی چاپ کردن که رسما این پشتوانش طلا و نقره بود. این طبعا بانک های خصوصی یا شخصی بود، ولی بعد از او در مرحله بعدی دولت ها به جای بانک های خصوصی یا تجارتی کار را به دست گرفتن و با گذاشتن پشتوانه پول از طلا و نقره پول کاغذی چاپ کردن و این را به کار گرفتن. اما این مسئله استا استا ضعیف شد در جنگ، خصوصا در جنگ جهانی دوم، اروپا و کشورهای اروپایی و انگلستان بسیار صدمه دیده بودن و اونا طلا و نقره نداشتن. به هر صورت اینا خواستن که با امریکا یک تعهدی رو بکنن که امریکا چون اقتصادش درست و جور بود، با امریکا این پیمان بستن که با امریکا پشتوانه دلار خود را طلا بگذاره، و این کشورها باز چون اقتصاد ثابت نداشتن، این کشورها باز پشتوانه پول خود را دلار بگذارن، که یک سیستم واحد پولی بود و یک معاهده در اوجه امضا شد که به نام معاهده بریتن وودز بود، و این به این شکل ای دوام داشت. اما این دیر نپایید، گفته میشه که تقریبا این سیستم از بین رفت. اونی اساس اینجا عنوان گذاشتیم که زوال سیستم نرخ ارز بریتن وودز، میگه تقریبا سال 1971 میلادی چون اقتصاد امریکا ضربه شدیدی دید و کشورهای اروپایی خواست که طلاهای خود را که در اروپا در امریکا گذاشتن و در بدلش دلار گرفتن، اونا خواستن که دلار را پس به امریکا ارجاع کنن و طلای خود را بگیرن. کشور فرانسه اولین کشوری بود که این کار را کرد و طلای خود را از امریکا گرفت. اما بعد از او باز امریکا از این معاهده برآمد و تمام پولها از پشتوانه طلا خالی شد. دیگه تا این زمانه این قسم یک چیزی وجود داشته. مرحله چهارم مرحله این پول کاغذی است که فلحال وجود داره، که اینا این پول شکل الزامی بوده به اساس قوه که قانون برش داده، یا قوتی که دولت داره، یا اقتصادی که دولت داره، به مو اساس این پنداشته میشه و کدام پشتوانه چیز نداره و هیچگاه این پشتوانه نداره، نه از طلا نه از نقره، بلکه بانک های مرکزی پول را چاپ میکنه و به مردم نشر میکنه. از این لحاظ در ماده 12 قانون اساسی افغانستان هم آمده که افغانستان بانک مرکزی دولت و مستقل میباشد، نشر پول و طرح تطبیق سیاست پولی کشور مطابق به احکام قانون از صلاحیت بانک مرکزی میباشد. به این اساس این پول ها
وهي أوراق فلي على بمشكل يك حكم داركي ورا ده اگر ما بگیم بدون پشتوانه با چاپ رسیده این که چنا احکام فقهی به این مرتب میشه و ان شاء الله در بخش دوم درس اول ما شما به پیش میبریم. تا اینجا بود بخش اول درس اول ما شما، بخش دوم ان شاء الله بعد از این آغاز میکنیم. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.